خیلی خوش آمدید ممنون نزدیک عیدیم بله. تبریک میگین عید به مردم بله حتما من سلام عرض میکنم خدمت همه بیننده خوب این برنامه و سلام مجدد خدمت شما همه عزیزانی که پشت صحنه هستن نزدیک سال نوه و آرزو میکنم که سالی پر از سلامتی آرامش برای همه مردممون باشه اتفاقای خوب و خیلی چیزای خوبه دیگه دوست داری علاقمندان به استاد جدید برای تو چه آرزویی بکنن علاقمندان واقعیت اینه که دوست دارم برام آرزوی آرامش داشته باشن چون به نظرم بزرگترین آرزوی جهانه هستی آرامش صلح و آرامش لااقل اینکه که آدم ها با خودشون خوده. به زندگی خودت برای تو چه آره من آرزو سلامتی کنم و آرامش آره. دیگه سلامتی آرامش, من آرامش داشته باشم خیلی اتفاق خوبه دیر آرامش, آرامش از بیرونم میاد یعنی از جامعه هم میاد یعنی با جامعه اصلا ما از, از, از بیرونه <laughs> ما که در خانواده که همه سعی و تلاش میکنن که آه. تو یعنی وقتی میگه من... آرامش, آرامش دونه که بیرون آرامش باشه دیگه بله دیگه <متصفح> همونی که الان برای مردم آرزو کردن برای منم آرزو کنم چیز دیگه نمیخه برای آرزو کنن نه واقعا سلامتی آرامش دیگه میاد دیگه بقیه چیزا هر چی سلاح باشه دیگه خدا سلامتی بدونه میاد واقعا واقعا میاد بله <تصفح> میاد واقعا بله مياد واقع؟ <تصفح> من اعتقادم یعنی امسال امسال 95 ازدواج میکنی سال سوال جنجالیتون شروع کردی نه میگی میاد مگه آه نه خب معلوم نیست ولی امکان داره آقای جیرانی شما هر سال میخواین همین سال ازم بکنید نه هر سال که نه دیگه آخری ساله این آخری ساله خب این آرامشی گفتی خیلی خوبه یعنی هنمنده تو انتخابات شرکت کردن که چه اتفاقی بیفته این مشارکتی که اونم کردن و در واقع هممون اومدیم برای چی بود تو انتخابات مجلس؟ سکوت میکنی حرف نمیزنی؟ جواب نمیدی؟ که همون آرامشی گفتی به دست بیاریم دیگه درسته؟ اینم سکوت میکنی خیلی خوب نه میخوای سوال رو جواب ندی نه آقای جیرانی واقعیت اینه که میدونی این جواب دادن به بعضی از سوالا یه دفعه شما وارد دنیای میشین خیلی الان حوصله ورود به اون دنیا رو ندارم فقط در یک کلام به هر حال مردم در انتخابات شرکت میکنن که در سرنوشتشون سهیم باشن یعنی سهمی داشته باشن در مملکت ولی خواسته من تو این دارن دیگه من توی سالها واقعا همیشه احساس میکنم که مردم این کار رو میکنن این حرکت رو دارن و همیشه مشارکت میکنن ولی اتفاقی که مطلوبه نمیفته و تنها چیزی که میتونم بگم اینه که امیدوارم که واقعا مردم سهیم باشن در سرنوشت <تصفح> الان بیان تو بحث فرهنگ و هنر الان فرهنگ و هنر چه اتفاق براش افتاده تو این دوره؟ فرهنگ و هنر تو منظور چه اتفاق باید بیفته؟ اصلا سینما الان چه اتفاق بیفته؟ چه اتفاق, اتفاق بیفته؟ کجای جهانی ملا ما؟ که از نظر موقعیت جهانی کجای مملکتمون کجای جامعه ایم کجا داریم الان برای مردم میتونیم تاثیرگذار باشیم چقدر این تاثیرگذاری زیاده نه ببین من این جواب سوال تو اینطوری میتونم بدم که ما الان در عرصه هنر چه در عرصه سینما چه در عرصه چه در عرصه های دیگر هنرمندان تاثیر گذاری داریم و فیلم ها و, و تاعت نمایشنامه ها و حتی موسیقی آقای های جیرانی خودمون میدونیم من و شما میدونیم و تمام کسایی که محدودن و هنر دوستن تأثیری که ما داریم میذاریم خودمون رو خودمون میذاریم شما یه فیلم خوب میسازی من میگم وای آقای جیرانی چقدر فیلمتون رو دوست داشتم یا یه سریال خوب کار میکنین و یا من مثلا یه کاری میکنم شما منو تایید میکنین خیلی کم پیش میاد که این وارد بحث مردم بشه یعنی خیلی اتفاق داره کم میفته که ما بتونیم جامعه رو الان تکون بدیم ما به نظرم به عنوان هنرمندایی که در طی تاریخ ثابت کردن که زحمت کشیدن تلاش کردن که تاثیر بذارن با خیلی چیزا مبارزه کردن با خیلی از پای خیلی از اصول ایستادن الان در حال حاضر که ما داریم در این جامعه سینمایی داریم زندگی میکنیم آیا جایگاهمون همون جایی هست که باید باشد؟ نه جایگاهمون همون جایگاهی باید باشد نباشه اما سینما ایران داشت میرفت به سمتی که جایگاهشو رو پیدا بکنه و تاثیرش هم روی جامعهش داشت میذاشت فشارها و محدودیت های پیش اومد و مانع این و رو شد اما الان داریم ما الان ما داریم مبارزه میکنیم با اون فشارها و محدودیت که بتونیم باز سینمای سرپایی داشته باشیم آخه یه هم هست اینکه بعضی موقع فشار و محدودیت ها گاهی اوقات از روی بیدانشیه گاهی اوقات یک سیاستی پشت فشار و محدودیت هست من اونو باش حتی قبول دارم اون فشار و محدودیت ها رو ما از اینکه من یه تصویر خوبی از جهانم بتونم سینماگرم خلق کنه به مردم بده آنچنان که مردم باورشون نشه که میان تو جامعه ای که مثلا اینجوریه این اختشاش هست، اینو دوست هست یک اختشاش فکری دارید میبینم ببین نکته اینجاست که وقتی که تو میگی که من از اون فشار رو دوست دارم منظور اینه که ما فیلم تلخ دهنده تیره نسازی منظور اینه آقای خب نه یعنی داره این حرف ده. از این حرف رو معنا رو میده دیگه یعنی نه تلخ و تیره آه. که آقا زندگی من الان, الان تلخه نه. الان آقای جیرانی شما دارین با دا من صحبت میکنین آه. الان من هر چی بخوام از هر جایی بگم تلخه از نه. هر جایی بخوام بگم تو می تلخه این جهانی که داریم زندگی میکنیم طور دیگه نشون, بدی. نشون بدیم منم نمیخوام مخالف دیگه نشون بدیم من اشتباه گفتم پس منظورم شما اشتباه گرفتین منظورم اینه که لفظ عامیانه اینه که آبروداری کنیم آبروداری کنیم و در عین حال در کنارش سعی کنیم بسازیم مملکتمون نه اینکه سرپوش بذاریم روی اشکالاتمون بگیم ما خیلی خوبی ملت جهان فلان ولی اینجا رو بسازیم آبروداری کنیم وقت بگیریم از دنیا وقت بگیریم برای اینکه خودمون رو دوباره بسازیم من معنی آبروداری نمیفهمم آبرو یعنی که اگه ما واقعیتمون رو نشون بدیم خیلی واقعیت بدیه نشون ندیم ندیم آقا ندیم واقعا آه. نشون ندیم یعنی آن واقعیت تخصیل جامعه نشون ندیم. قبل از سفرم چند روز پیش یک قراری داشتم یک جایی از این شهر همین شهری که داریم توی زندگی میکنیم همین شهر متمدن همین شهری که پشت چراغ قرمزاش میستیم همین شهری که جریمه نمیدونم موبایل هر زدن انقدر نمیدونم چی چی انقدر من تو همین شهر دو تا پسر بچه دیدم کنار خیابون اصلی داشتن شیشه میکشیدن حالا من فیلمساز میخوام اینو نشون بدم آیا بدم یا ندم من میگم نده دیگه این چیزا رو نشون خارجی ها منظورته دیگه خب دیگه داخلی و خارجی حالا الان دیگه فضا فضا یا <تصفح> دیگه همه به هم وصلن حالا من شما صحبت میکنیم آه آه. رو اینترنته آه. ولی اینکه من میگم خب دو تا نگاه داریم خب من ایرانمو بس... دوست دارم خب نه من منم من ایرانمو دوست دارم آقای جیرانی من ایرانمو دوست دارم من از یک خانواده ای هستم که حالا یه سبقه ای داره درسته <تصفح> من دوست دارم وقتی که میگم من ایرانی هستم طرف اینجوری نگاه نکنه اسکنم نکنه خب اینو بعد چیکار کنیم دو تا کار داریم یکی اینکه آقا بله ما مشکلاتمون زیاده یه کاری کنیم مشکلاتمون رو حل کنیم و حالا تا این مشکلاتمون رو حل بکنیم دست به دست هم بدیم تو رو به خدا آبرومون رو نبریم تو رو به خدا قشنگ یا اینی که من به شما میگم من توی آژانس نشستم نگاه میکنم دو تا پسر کنار خیابون آقای جیرانی باورتون نمیشه من حالم اون روز بد بود ندیده بود این تو داری مرز تعیین میکنی برای یک سینمای اجتماعی یعنی داری یک یعنی محدودیت تعیین میکنی یعنی تو وقتی میگی که در واقع من محدودیت تعیین میکنی میگی که آقای فیلم ساز اجتماعی یک سری مسائلی رو که تو در جامعه میبینی نیازی نیست نشان بدی نه نیازه آخه بدبختی اینه که آه. الان من به شما بگم آقای جیرانی نشون بدین خیلی برای من دردناکه اینی آه. که من دارم میگم یعنی میل به گفتنش هست خوب. اینی که من دارم میگم یعنی میل به گفتنش هست اما اینی که ما میگیم میبریمش اون طرف او چه تصویری داره از جامعه ایرانی به عنوان نماینده اون, اون تصور که چقدر میتونین پاک کنین درسته میبینه. که دوستان میگن اصلا این تعاویر اشتباهه مگه فلان فیلمساز فلان فیلم رو میسازه م... نمیدونم فلان کار رو انجام میده مگه همه میگن مثلا امریکایی ها, ها نه اصلا اونا با ما قابل مقایسه نیستن ما داریم بالبال بال میزنیم که بگیم آقا ما یه کشوری هستیم که داریم در راه توسعه قدم برمیداریم داره صنعتمون داره علممون داره دانشمون داره میره جلو ما الان یه اتفاق برامون افتاده ما به لحاظ فرهنگی جامعهمون داره میره عقب ما در نانو در نمیدونم تمام علوم مرتبط با علوم ای نمیدونم همه علوم پزشکی شیمی فیزیک ریاضی همه دانشمندانمون دارن میرن جلو دارن حتی جلو میزنن ولی ما فرهنگ جا معمون داره عقب میکنه. میکنه فرهنگ متولیش کیه آقای جیرانی؟ فرهنگ متولیش متولی فرهنگ مملکت کیه؟ متولی داریم ما. آیا ما متولی داریم که از شما به عنوان یک فیلمساز به عنوان یک هنرمند حفاظت کنه؟ آیا من مراقبت بکنید؟ من م... معنی حفاظت رو فهمم آقای جیرانی. ببین معنی حفاظت رو نمی‌فهمی. ما همیشه به عنوان اهالی فرهنگ به متولی فرهنگ گفتیم به ما آزادی بده. که ما بتونیم حرفمون رو بزنیم محدودیت های پیرامون رو بردار که بتونیم کتابمون رو به چاپ کنیم چیز کنیم جهت ندیم به حرفا جهت ندیم ببینید شما میگی من میخوام حرف خیلی خوبه شما من حرف بزنم شما هم صحبت کنیم درسته میگی متولی فرهنگ بیا بگو که این کار نکنیم یعنی یعنی حرفم پنجا به متولی... دست بود فرهنگ نبوده ف... که عقب بره بعد دست کی بوده در شرایط سیاسی اجتماعی فرهنگی همش دست به دست هم دادم. یک اتفاقاتی افتاد خب افتاده. درود بر شما. متولی فرهنگ تنها مقصر نبوده من میتونم تنها فرنگ فرهنگ میجامی الان اینجا کجا ساقه اینجا یک فضای مجازیه که به ما اجازه داده که بتونیم حرفایی که تو تلویزیون نمیتونیم بزنیم, بزنیم. درود بر شما تو تلویزیون نمیتونیم بزنیم اینجا بزنیم چرا خب باید بگیم اینو نه چرا تلویزیون باید, باید, تلویزیون تلویزیون باید تلویزیون بزنی؟ بگیم که تلویزیون باید همین حرفایی که من تو میزنیم باید بریم تو تلویزیون بزنیم آقا من حرفم همینه میگم چرا من نباید تو تلویزیون نه که من نباید که من اجازه دارم تو تلویزیون حرف بزنم چرا این حرفا نباید تو تلویزیون زده بشه باید زده بشه خب درود بر شما زده نمیشه چرا بر رسانه... برای که می... یک نگاهی وجود داره در تلویزیون همیشه هم وجود داشته که این نگاه نگران بوده از زدن یک سری حرفایی و نگرانی بی خودی هم بوده خب خدا بعضی متوجه شدن که نگرانی بی خودی هم متوجه شدن. بوده. هم؟ آره اگر این... متوجه شدن اگر متوجه شدن من از همه حرفایی که زدم اسخای میکنم نه بعضی گفتم بعضی وقت متوجه شدن و بعضی وقتها متوجه نشدن همیشه ولی متوجه من میگم شدن... هنوز متوجه نشدن ن... هنوز متوجه نشدن که مردم ما اگر از رسانه خودشون که اسمش رسانه ملیه حرف خودشونو بشنون اگر اجازه بدن نمایندهشون حرفشونو بزنه اگر اجازه بدن هنرمندشون حرفشونو بزنه مردم اعتماد میکنن ما نیازی نداریم که به خاطر اینکه نمیدونم یه الگوی فرنگی بدیم آقا دیگه بریم شیفت کنیم روی شبکه مجازی یا شیفت کنیم روی شبکه تلویزیونی خاص نیازی نداریم ببین میره اون بی اعتمادی که الان به تلویزیون بود. من داره از همین نگفتن همین آقا اولش به شما گفتم من به هیچ اعتماد ندارم درسته آه. خب همینه دیگه ریشه بی همینه وقتی من میرم توی برنامه من نوعی. من نه، این اتفاق برام نیفته الحمدلله داریم کلی صحبت می وقتی برم توی برنامه تلویزیونی بعد بیام تو خونه بشینم ببینم یه تیکه های مهمی از حرف من نیست خب این اسمش چیه؟ این بیعتمادی میاره دیگه اون هنرمند... یا تلویزیون خیلی حرفایی رو که در افکار عمومی جامعه هست نمیزنه؟ تمام کشورها به خاطر مسائل حالا امنیتی ملی مسائل سیاسی اینا یه چیزایی رو میگن یه چیزایی رو نمیگن طبیعی. خیلی طبیعیه اصلا من مخالف ولی... نیستم نه نه من, من میگم بودن. که من میگم که اینجا همینطور ما خبر میدیم که در کانادا همین دیشب من یه مستند داشتم شبکه خبر میدن در رابطه با اعتیاد در یه کشوری که حالا یا کانادا بود یا آمریکا چون از وسطاش ملحق شدن به برنامه همه معتاد بودن همه معتاد بودن همه ایدز داشتن همه حالشون بد بود همه خانم ها نمیدونم از آب ما نداریم مگه معتاد خب مام داریم دیگه مام این اتفاقا برای مام هست ولی عادت کردیم ما مشکلات اونا رو میگیم اونا مشکلات ما رو میگن اینو پذیرفتیم اما من در هیته بحث اجتماعی و فرهنگی میگم هنرمند ما باید آزاد بشه صحبت کنه هنرمند ما وقتی حرف میزنه باید پخش بشه مردم باید بشنون این مردم که تشخیص میدن چه کسی حرف حساب زد چه کسی حرف حساب زد اگر این اتفاق بیفته جایگاه هنرمند تعریف دیگری پیدا میکنه همه این صداها هم به گوش برسه نه اینکه بر اساس مسائل سیاسی یه دوره یکی صداش بلندتره یه دوره یکی صداش بلندتره ما بیان تعمین بدیم به بحث سینما یه آدمی یه اعتقاد و یه ایدئولوژی داره حالا از اون طرف میفتیم میخوایم صدای اونو نشنویم انگار که یک آدمی داره صدا میکنه حرف میزنه حرفشو میخوان نشنون دیگران دیگه حرف میزنن مثل اینکه من و شما الان اینجا داریم صحبت میکنیم تمام پشت صحنه شروع کنم به هم حرف زدن کی صدای منو شما رو میشنوه این اسمش دموکراسی نیست ببین دموکراسی تعریفش این تعریفش اینه که اقلیت محدود هم بتونن حرفشو بزنن و ما حرف اون اقلیت محدود حالا من بهتون اینو میگم بزنن. این اقلیت محدود, این محدود در هم, هم... بزنن. به هر نوع. در هر جای دنیا اگه اقلیت محدود من هم بتونن به اقلیت محدود با هر گرایش فکری میگم اجازه بدین صداشون رو من بشنوم نه اینکه بر اساس مصالح زمانه و دوره اون اقلیت محدود هر, هر بار یه گرایش فکری صداش خفه بشه اینو من میگم در همه دوران ها با همه احوال سیاسی همه باید حرف بزنن در این صورت من مخاطب میشینم و تشخیص میدم آقای جیرانی حرفش درسته و خانوم زارعی حرفش غلطه من تشخیص میدم من مردم من میفهمم که ما تمرین دموکراسی نکردیم خوب و در واقع این نکته میدونم که این درک هنوز نداریم و گاهی وقتا بعضی از عناصر و تفکر آدمایی که تفکر دموکراتیک هم دارن به یک شرایطی میفتن که مانع زدن یک سری حرف آدم های دیگه هم میشن این رو هم من میفهمم اما ببین یک چیز وجود داره الان در واقع اینکه ما هم ای داریم دیگه یعنی ما یعنی بله وقتی من کلی دیگه, دیگه, دیگه شما. آره بله ما داریم بله دیگه ما داریم الان در این میخوایم سعی کنیم که جهانمون رو یعنی جهان پیرانمون رو متکثر کنیم یعنی در واقع بذاریم خاتمی کیا این طرف حرفش بزنه این طرف صلاحشور حرفش بزنه این طرف بهمن فرمانارا حرفش بزنه این طرف عبد... کارگردان ابد یک روز حرفش بزنه اون طلبه برای چه کار بکنیم که این جهان متکثر به وجود بیاد و در واقع به جایی که همدیگه رو فوش بدیم همه بشینن با هم گفتگو کنن به جای فوش دادن به هم دیگه اگر حاتمی که حرفی میزنه عصبانی نشیم حرفش گوش بدیم از اون طرف اگر یک ابد یک روزم حرفش میزنه عصبانی نشیم فوش ندیم گوش بدیم آخه آقای جیرانی اصلا الان ببینید بیارین تو از کلان بیارین یه ذره به الان تو خانواده چقدر آدم ها با هم گفتگو میکنن بستگی به پدر خانواده به شرایط خانواده خدا خیرتون بده تعداد آره. این خانواده ها چقدره خیلی کم. قبول کنید و متاسفانه ما در تحلیل روانکاوی و اجتماعی و اینا دیگه داره خودش میاد بله. بله. تحلیل سیاسی نداره. نه نه نداره اجتماعی داره من تحلیل. میگم آره. این این پشتش این نهفته است چرا برای اینکه ما الان بحث تو عالم سینما بحث اون مثل فوتبال شده یعنی انگار یه عده طرفدار قرمزن یه عده طرفدار مثلا آبیان. کاری به این ندارن که بابا آبی خوب بازی کرد اشکال نداره طرف آبی خوب. خب, خب الان دیگه الان بحث کنار هم بشینن با هم گفتگو کنن الان. اصلا مهمی خب نیست همه جهان دنیا ات... آدم ها تفکرات مختلف دارن متولی فرنگمون باید این رو وجود بیاره متولی فرنگ به من نمیتونه بگه که تو این کار بکن متولی فرنگ باید نظم ایجاد کنه نظم ایجاد کنه که میتونیم حرف بزنیم آقای جیرانی حرفتون درسته ولی خب ایجاد نمیکنه چرا نمیتونه نظم ایجاد کنه چرا من به نظرم یه کمی منافع شخصیه مثلا ببینید آدم توی من تو کار سنفی چون کار سنفی کردم اینو یاد گرفتم یاد گرفتم چیز خوبی نیست ولی فهمیدم اینجوریه من اینطوری نیستم احساس میکنم یه سری آدمها ها مثلا برای اینکه میخواد یه چشمنداز دورتری رو داره در متصوره اون دور دوره رو نگاه میکنه که خب من الان این نقطه الان این مسئولیت رو دارم بعدا میخوام اون مسئولیت رو داشته باشم سعی میکنه خیلی مماشات کنه، و خیلی رفتار محتاطانه و محافظه کارانه ای داشته باشه. اگر حقی ناحق شد اعتراض نمیکنه. منافع خودش براش مهمه. سعی میکنه سانسور کنه. سعی میکنه یه دفعه یه جاهای ناخاصه روی ناحق تایید میذاره. لبخند میزنه بی خودی. عصبانیت نمیبینی ازش. این یعنی اینکه یه آینده دوری رو در نظر داره. میدونین چرا؟ برای اینکه اگر من اینجا بیام جلوی شما بشینم خیلی شیک با هم صحبت بکنیم همه چی گل و بلبل چقدر همه خوبیم چقدر همه خوش اخلاقیم خیلی از من خوششون میاد احساس بهتر و نرمتری نسبت به من دارن پس این در واقع حاشیه امنیت منو زیاد میکنه یعنی وقتی شما من داد میزنم شما واسه من یه شعر بخونین منو پاس بدین به حضرت مولانا وقتی من دارم یه چرفی رو میزنم شما یه لبخندی بیاد رو لبتون بعد یه چیز دیگه بگین این منو عصبانی میکنه دیگه این اسمش گفتگو نیست این اسمش سیاسی کاریه ما سیاسی کاری رو بعد از کارمون جدا کنیم ما وقتی که مثلا آقای حاتمی کیا ها داره صحبت میکنه پشت تریبونی داره صحبت میکنه اگر جواب سوالشو خیلی واضح بدیم او رو که دیگه صداشو بلندتر نمیکنه که اگه او جواب نگرفت صداش بره بالاتر از این طرف آقای که سوال نمیکنه ببین داستان ما اینه که آدمامون سوال نمیکنن ببین سوال کردن سوال نکردن نه سآلا. نه ببین نه ببین, ببین داستان اینه که من میرم پشت تلفن سوال نمیکنم نظر میرم آها. اشکالی نداره که نظر بدم ببین نظر دادن اشکال نداره سوال نمی کنم که تو جواب من بدی من میگم که نظر من این است و این اتفاق افتاده است و این اشکال دارد و منی که اون طرف با نظرش مخالفم جوابش رو باید در یک گفتگوی دیگری بدم و در یک گفتگوی دیگری نمیدم و همه ما میشیم جناهی و تفکرات جناهی متهم میشیم و در تک تقابل غیر منطقی قرار میگیم دقیقا همینطوره اما هر کسی هم که پشت اون تریبون قرار میگیره میریلا داستان این تریبون هم خودش مهمه که ما وقتی پشت اون تریبون قرار میگیریم چی داریم میگیم ببین نکتش اینه من احترام زیادی برای آتمه که قائلم این فیلم به فیلم اخیرتونم خیلی 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 دوست بادیگارد <تصفح> خیلی روی اکران رو بفروشه انشالله اما من معتقدم گاهی وقتا یک حرفای پشت تریبون آدمی کیا میزنه که من انتظار ندارم بزنه مثلا چی آقایش؟ نمیخوام وارد اون جزیات بشم نه،, نه شما این همه من نه،, نه. نه. نه نه ببین من دوست ندارم ببین من دوست ندارم بعضی حرفایی که ببین من امکان داره انتقاد داشته باشیم از یک شرایطی بلد. تو سینمای خودمون الان تو گفتی حرفت زدی گفتی نیازی نیست که ما اون آدمی که شیشه میکشه فیلمش بگیریم ببریم جهان نشون بدیم من معتقدم که اگر اون فیلم شیشه کشه ما بگیریم و در واقع یه شکلی نگاهی که پشت فیلم باشه نگاهی باشه که نگاه باشه نگاه نگاه, نگاه نگاهی سازنده باشه بل. اون شیشه کش را میشه نشون داد همه ف... اون اون فجایعی که من جامعه هست میشه نشون بله. داد مهم اینه که اون نگاهی, که پشت فیلمه نگاه, درستی باشه نگاه نگاهی باشه که داره از یک زاویه نگاه میکنه که کشورش دوست باشه. باشه. منافع ملی بله. کشورش بله درست سری این نقطه ما مختلف داریم درسته؟ بله. اما این معنیش این نیست که من وقتی برای مثلا اگر تو رفتی فیلم ساختی و یه جور فیلمی ساختی برگردم از یک تریبونی به تو مثلا انتقاد خیلی سریع بکنم و تو رو متهم بکنم که داری برای بیگانه ارتباط برقرار میکنی این غلطه این همون جاییه که من میگم گفتگو نمیشه چی میشه؟ مجادله میشه، بحث میشه، دعوا میشه میبین؟ گفتگو این نیست که من بگم که من دو تا اون دو تا گذرنامه داره داره میره زندگی میکنه بعد با دو تا گذرنامه داره این گفتگو نیست این گفتگو نیست بخوام خب میزاریم. آقای شیرانی. آره. ببین من که... ببین گفتگو اینه که ما انتقاد کنیم از ایشان من نه 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 درست میگی شما آره. من البته ایشون خودشون بعد توضیح بدن در این ارتباط من اصلا واردش نمیشم چون من که حرف نزدم من حرفمو من به شدت کسانی که این دفعه منتقد قایق حاتمی کیا بودن سر این فیلم باشون دردر کردم و چرا اون که, ت... اون که دادر... آقای محمدی هم تو همین مراسمی که ما بودیم باله. یکی از تو خندانی این بود که در واقع اونایی که خب به حال طرفدار دموکراسی نبودیم برخورده میکردن دیگه درستم هم از اونایی که ادعای بر... شروع میشه آره، آره، آره. ما کسانی ب... ب... که ادعای آره. دموکراسی دارن و ادعای روشن فکری دارن اتفاقا توی برخورداشون برعکس میبینین نشانه های برعکس میبینین <coughs> یعنی اگر کسی من تعریف شاید دموکراسی که نه ولی تعریف گفتگو و تعامل شاید بخوام من در مورد خودم حرفشو بزنم در ارتباط من با آدم های کارگردان هایی که باشون کار کردم شاید به شکل خیلی منطقی و واضحی مطرح بشه من با کارگردانی کار میکنم به نام آقای عبالقاسم طالبی کتاب با کارگردانی مختلفی کار کردی از میرکرمی عبالقاسم طالبی اینو با ایشون کار میکنم آقای طالبی یه اندیشه و تفکر و ایدئولوژی داره بسیار آدم تندیه از از حیث آدم دوست به حال هم شما خیلی بله, بله، داریم بله. و هم من خب من با ایشون کار میکنم با آدمی به نام اسخر فرادی هم کار میکنم اینام هم تقدم تاخر نداره همه در هم حله من که تغییر نکردم که من همین مریلایی که اینجا نشسته مریلایی که دو زن رو بازی کرده اون موقع ممکن بود من میخواستم انتقاد کنم میزنم لبخند داشتم الان عصبانی هم میشم ممکنه اه. بحثم اینه گفتگو شکل میگیره در بین ما چرا نمیگیره ما زمانی حالمون بد گفتگو میشه گفتگو بین اونا شکل نگیره نه نه ببین گفتگو متولی فرهنگ تو به برهنگ... همی... عنوان یک بازیگر بله. داری با قرار میگیری میگه که موزه من هر چه باشه بازیگرم قراره با اسقل فرحادی کار کنم بازیگرم نقشونم بازیگرم دارم با advogado طالب کار نه مگه میگم موازیتو که نه دخالت نه نه نمیده نه بازی کی میدونم مگه موازین آدما باهاشون نیست تو کاراشون نه اونا هست یعنی تو موازیت دخالت نمیدی تو سعی می‌کنی در فیلم نیازی advogado مطالبی بازی کنی که خب یه جور نزدیکم به موازه خودت باشه دیگه بله درسته قبول دارم میخوام بهتون بگم این گفتگو رو ما خودمون ایجاد میکنیم مثلا من وقتی که انتقادی می‌کنم از آقای اسقل فرحادی خود آقای فرهادی میدونه من چه حرفی زدم منم میدونم او چه کرده یعنی اگه هر دو با هم مشکلی نداریم حرفمونو میزنیم جهان انقلاب میشه یعنی یک سری کاسه های داختر از آش وجود دارن که بر نمیتونن چرا آقای جهانی ببین میل و جهان انقلاب نمیشه ببین داستان داستان اینه که این حرفایی که ما میزنیم گفتگو نیست ببین اتهام داریم ببین ببین ما به هم اتهام میزنیم به من با حاتمیکی ها اتهام میزنم با این اتهام با فیلمش مواجه میشم غلطه یک ایده دیگه با یک اتهام دیگه با از خل فرادی اتهام نزنیم به هم دیگه ما داریم با اتهام با هم دیگه حرف میزنیم دنیا دنیا اتهام زدنی دنیا گفتگو اگه هست من میگم آقای حاتمی کیا من مخلصم هستم فیلمت هم دیدم حرفتم هم پسندیدم اشکاری هم نداره تو رفتی با اوج ساختی چه اشکالی داری؟ تو داری دلواپسی و, و دلواپسی امروز مصاحبه کرده گفته نگرانی <تصفح> نگرانی تو از این شرایط داری میگی دستم درد نکنه بله. فیلمت بسیار تلخه آقای فرادی تو هم داری نگرانی تو جامعه داری میگی شاید من انتقاد داشته باشم با اون نگرانی ولی به تو نباید اتهام بزنم که داری با بیگانه داری تو داری, میری خودت بیگانه من, من تصور دارم میگم یعنی نمیدونم چقدر درسته چقدر قلد. احساس میکنم آدمهای نظیر آقای هاتمی کیا. که تعدادشون کمه شاید به تعداد انگشتای یک دست نیستن نمیخوام بگم فقط ابراهیم حاتمی کیا ولی آدمهایی که بسیار تعدادشون کمه در سینما ایران سینما در واقع دقدقهشون به اون شکلی که دغدغه شماست دغدغه مثلا آقای فرهادیه دغدغه منه نیست سینما براشون ابزار و وسیله است برای اینکه حرفاشونو بزنن من فکر میکنم برای اون کارگردان روشن فکر عرفی هم سینما بس ابزار و وسیله است من معتقد نیستم من که اونها سینما رو برای سینما میخوان. من معتقدم دنیای سینما برای سینما هنر برای هنر یک مقدار گذشته و ما در جامعه هستیم که اکثرا داریم از هنری استفاده میکنیم که حرفمون رو بزنیم حالا در, حالا در واقع حالا در مورد آقای حاتمی که من احساس همینه که اون بر اساس تفکراتش یه انگار که در واقع صحنه مبارزه است دیگه حالا مبارزه ای که ایشون با سیاست و مماشات خیلی معاشرتی نداره یعنی شاید اگر که سیاست بکنه آقای آتمی شکل دیگه ای و شیوه دیگه ای برای بیان صحبت در نظر بگیره من فکر میکنم این حال رو در شما به وجود نمیاره مشکل از جایی شروع میشه که آقای هاتمیکیا آدم صاف و خالصیه و آنچه که در لحظه برش وارد میشه اتفاق میفته رو میگه و چون صداییه که بعضی مواقع تصاحبش میکنن و نشرش میدن خیلی خوب واقعا من میتونم پرانتز باز کنم صدایی که بیشتر هم شنیده میشه الان اینجوریه به نظرتون بله دیگه صدای اصغر فریدی شنیده میشه آقا آقای فردی اصلا صحبت نمیکنه نه اگه تل... اصلا تلویزیون <تصفح> دعوت میکنه که به خب همینا هم میگه ما دعوت کنه آه آه نه ببین ببین, بحسن... نه ببین با هم صحبت کنیم نه دیگه اینجا با هم توافق داریم نه, نه من دعوت من میگم بکنید اتفاقا من میگم بکنید اتفاقا من میگم که آقای خاتمی کیا صدا شنیده بشه هیچ گونه مخالفتی ندارم و دوست دارم صدا شنیده بشه صدای تفکر شنیده بشه در مقابل صدای تفکر از خلف نمی شنیده بله فکر میکنی آقای حاتمی آقای جیران آره. فکر میکنی آقای حاتمی که احتمالا این حسا ندارن یعنی نمی... میگم من حرف بزنم اون حرف نزنه خب این تقصیر خود آدم های مثل آقای فرهادیه که علاقه ندارن به اینکه صحبت بکنن قبول ندارین آقای جیرانی؟ من اگر ببینید من اگر صحبت نکنم زندگی بی درد سرتر شما در مورد من صحبت بکنید من خیلی احساس دارم علاقه نداشتن نیست نه من آقای فرهادی رو گرفته شد بله. و اون جایزه اسکار برای ایران جایزه مهمی بود بله. چقدر ما دو تریبون های رسمی راجبه این جایزه صحبت کردیم صحبت کردیم من تو هفت خودم سه تا یادداشت دادم یادم ما هفت بودیم <applause> به ما سعی کردیم از طریق آقای زرقامی و تماس با آقای زرقامی بتونیم یک بحث کوتاهی راجبه این تریبون راجب این اسکار بکنیم ولی این جایزه بسیار مهم و تریبون های دیگه ما اصلا راجبه صحبت زیادی نکردن و حتی با یک جول دلنگرانی و حتی با یک جور دل واپسی و حتی با یک جور انتقاد با این جایزه رو برو شدن من کتمان نمی کنم که جوایز جشنواره های جهانی برخشون سیاسی همیستن. هستن هستن همین همینطور که در جشنواره فجر هم ما جوایز سیاسی دادیم و میدیم بنابراین این میگیم اما یه جایزه ای که گرفته شده شرایطی بوده قبلش هم جشنواره فجر اون فیلم جایزه داده بعدم رفته اما ما نکردیم وقتی نمیکنیم اون روشن فکر عرفی وقتی میبینه دائما تریبون های رسمی فوش میخوره بی اعتماد میشه ما اگر فوش ندیم و راه رو باز کنیم برای یک اون روشنفکر عرفی که حرفش بزنه در کنار تمیکی ها تمیکیا به نظر من سوء زنها بدگمانی ها و همه چیزها برطرف میشه اصلا کمتن. آقای جیرانی جامعه متمدن همین تعریفش مگر من که صحبت میکنم اجازه صحبت کردن دارم میدونم که به فلان خانم اجازه صحبت داده نمیشه من دارم حرف میزنم درسته؟ ولی اگر بدونم کسی هست که اجازه حرف زدن نداره من اینجا دارم ازش دفاع میکنم دیگه الان دارم میگم آقا هم به من تریبون بدین هم به اونی که یه حرف دیگه ای داره شکل حرف من نیست اونم حرف بزنه خب آفاری. اینا حرف بزنن چقدر جذاب تره؟ شما فکر نمی با همین اتفاقی که تو همین رسانه بیفته با همین اتفاق مردم چقدر عین علکی میمونه که دارین علک میکنید بله،, می بله، مردم جای خودش مردم گوش میدن بله. انتخاب و می جالبه که من آه. فکر میکنم تفکری مثل آقای ابراهیم آتامیکیا ها از این موضوع خیلی خوشحالترم هست که اون تریبون داشته بله، هر دو تریبون دقیقا برای اینکه شما فکر میکنید آقای حاتم که صحبت میکنه به قول شما صداش بلندتر شنیده میشه که البته من اعتقادم بر این نیست الان در حال حاضر حالا به فرض الان در حال حاضر رو من <س optimVIN classics> پرانتز باز میکنم در حال حاضر شنیده میشه من فکر میکنم خود آقای هاتمی که خیلی بیشتر علاقمنده که صداهای دیگه بیاد بیرون مردم بشنون چون الان یه اتفاق میفته خود ایشون میشه متکلم وحده شما فکر میکنی ایشون دوست داره بشه متکلم وحده پس بسیار پس ما هممون ما داریم ما اینجا البته ممکن الان آقای آدم که نظری نه داری نه داری نه, داری نه ما, ما نه به ما داریم داری شما نزد... من به عنوان داری کسی داری که با آقای آدم کیا چهار تا کار کردم با آقای فرهادی دو تا کار کردم و به قدر کافی هم با این دو کارگردان هر دوشون رو باشون آقای فرادی هم دوست داره صداهای دیگه متکثر وجود داشته باشه که <applause> باش کار کردی؟ <applause> بله متقدی؟ متقدی؟ البته نه خب نه یه چیزی بگم <applause> بگو <applause> من چون هر دو این عزیزان رو <applause> هر دوشونم دوست دارم هر دوشون هم کارگردان های فوقلاده هر دوشونم شکل کارشون خیلی شبیه به همه و جالب اینه من به با عنوان بازیگر مشترک هر دو رو خیلی توی حال احوال کارگردانی شبیه هم میبینم اما یه نکته ای رو در مورد آقای فرهادی باید اقرار کنم که آقای فرهادی خیلی موجوده با سیاستتر و با درایت و با با سیاستتر از خاتمی هست موجوده به شدت خیلی خیلی <تصفح> چون میگی با سیاست‌تر در مقایسه آره چون آقای خاتمی که به هر آدم بی سیاست و بی تدبیری نیست قطعا سیاست به مفهوم اینکه من مثلا تندیشی تندیشی رو می کنی شما احساس می کنید سیاست احساس میکنم الان که هر حرفی رو من مطمئنم هم. البته آقای فرهادی اگر که فرصت داشته باشه این گفتگو رو بشنوه و ببینه من احساسمو میگم احساس میکنم آقای فرهادی بسیار باهوشه تو این زمینه بسیار فوق العاده باهوشه و اولا که خیلی دوست نداره وارد این فضاها اینجا بشه چون همینجوری مثلا نخ... سر نخه پلیور دیگه بکشیش دیگه تا تبعت بریم. و خدای نکرده تاش هم ممکنه به جایی خط بشه در نتیجه آقای فرهادی میدونم که نکشیم که به جایی خط بشه الان حرف زدن من شما آقای فرهادی فکر میکنم همونطوری که بسیار کارگردان تیسوش و باهوشی هستن و بسیار هم آرتیستن تصور میکنن در موقعیت فعلی آیا حرف زدن بهتر است یا سکوت کردن کدوم صدا بلند الان سکوت, هست. سکوت کردن بهتر است آقای حاتمی میگه اصلا سکوت جایز نیست در هیچ شرایطی حتی اگر سر منم الان بره فیلمم به باد بره من حرفم باید بزنم حرفم مهمه فرقی آقای حاتمی با آقای فرهادی اینه و من فکر میکنم ریشه در عقبه اینها داره آقای حاتمی کیا آدمیه که احتمالا ریشه در تحلیل شرایط این دوتا داره بعد دو آه. یک تحلیل های شرایط خاص خودشون رو بله وارد بله. این تحلیل ها نمیتونیم میکنه. بشیم نه بله وارد بله. این تحلیل ها بله. نمیتونیم بشیم بله که به حال آتمیکا یه تحلیل از شرایط بله امروز داره خب واقعا از خر فردی می خوام بگم در همین حد یک نقطه ثابت برسیم که سال 95 باید سالی بشه که هنرمندان متفکر ما چه تفکری مثل اسخر فرهادی بله. چه تفکری مثل خاتمی کیا بتونن در تریبون رسمی رو بزنن و مای مردم که نشستیم اون طرف حرفها رو بشنویم و کم کم بریم به سمت یک دنیای هنرمندان متکثر که همه این نظرات درش گفته میشه و وظیفه تلویزیون هم هست که بره به این سمت که این تکسر رو نشون بده اصلا آقای جیرانی آره تلویزیون داره اشتباه میکنه تلویزیون با این سیاستی که الان پی گرفته به واقع خدای من شاهده که من ماهواره در خونه ندارم واقعیت ما ولی میری شریفی نیا نگاه میکنی وقتی نبا شریفی نیا میری اونجا نگاه میکنی شریفی نیا کجا آوردی چون هر که من بعدش پرستم ما ولی کجا نگاه میکنی میمیره خونه شریفی نیا نگاه میکنی نه من خونه ایشکی ما ولی نگاه نمیکنم خونه ایشکی نگاه نمیکنی اینی هم که ندارم به خاطر اینکه اصلا سیستمم قطعه نه اینکه مخصوصا این داشتی قد شده بله و دی میدیدم می دیدم هم می دیدم. اصلا کانال های ایرانی نه نه اینو میخوام بهتون بگم نفوذ قدیم رو توی نسل ماها نداری آقای جیرانی آره. نه حرفم یه چیز دیگه آه. است می بگم که این که من برم فیلم بذارم این که من برم به یک رسانه دیگه جذب بشم من تلویزیون ایران رو دارم فقط کانال های تلویزیون ایران رو منم کانال تلویزیون ایران دارم, دارم واقعیتش اینه که با این سیستمی که من دارم در تلویزیون میبینم به واقع اصلا ندیدنش بهتر از دیدنش منم دارم. این احساس تو رو دارم آقا همه که ببینید یه برنامه در تلویزیون داره که داشت یعنی الان نمیدونم هست یا نه که آقای درستکار مجیش بودن این شب ها بود شاید تو ایام ماه مبارک بود من از تلویزیون بیشتر می بود منظور آقای درستکاریه که کارای مجری کارای مفاهیم مذهبی بله مجریه بله, بله, در در محضب بله, محضب بله یه سری بله بله علما و بله نه نه یه سری علما و دانشمندان بله درسا من یه سری مح... برنامه دیدم آره ببینید برنامه ها بسیار من سیم و زره الان درود بر شما الان سیم و زره یه سری خب من دیدم برنامه هایشون واقعا لذت بردم ولی آیا مخاطب عام من میشینه صحبت های رو توجه کنه این گفتگو محور داستانش فرق الان شده نه نه الان همه تلویزیون شده گفتگو محور و دیگه اون اثر گفتگو محوری که در قبلش شده که از دست داده خب نه تو حرف چیه من میگم که آقای رسانه, رسانه آقای رسانه ملی آه. در کل سیاستاتون تجدید نظر کنین تجدید نظر نکنید مردم فراموش میکنن تلویزیون ایران چند تا کانال داره خواهر من مجری برنامه است در یک شهری اسم این برام. برم ای داشتش برای یه سری از بچه‌هایی که به لحاظ سطح خانوادگی سطح، به لحاظ سطح مالی سطح پایینی داشتن وقتی برای من تعریف کرد گفت مریلا حیرت کردم پای میکروفون گفتم بچه ها کدوم برنامه تلویزیون رو دوست دارین کدوم کارتون رو می‌بینین اینا دیدم همه سری کانال ماهواره رو دارن اسم می‌برن بچه‌ای مثلا 5 ساله 6 ساله هفت ساله 8 هف ساله،, ساله ده ساله <applause> این خیلی درناکه که ما در جامعه فقیرمون هم دیگه کسی تلویزیون نمیبینه نسبت ها این شکلی به این اغراق شدگی ای نیست آقای حال میبینن میگن مش نمونه آره، آره، میبینن. ولی در شما وقتی شد... یه نفر بشینه تو تاکسی قشنگ هیچ کی واکنش بهش نشون نده بعد سی قسمت سریال داشت. پخش شده ما که آمار واقعی نداریم و معمولاً هم آمارگیری نمیشه نظر شما جیامون... از تو ساختمونی که تو زندگی میکنین آقای جیرانی از, از, از یک طبقه بری بالا و طبقه متوسط رو بری آقا اتفاقاً از یه طبقه من میرم پایین بریم پایین هم مشکل من چه طبقه دارم زندگی می‌کنم؟ من تو متوسط آله آله. توی این طبقه من میشینم اون برنامه این شب ها یا به قول شما سیما رو ببینم اتفاقا طبقه پایین ما داره یک جای دیگر نگاه میکنه تمام اتفاقاتی که در جامعه ما داره میفته از اون طبقه رخ نمیکنه به طبقه دیگه طبقه اون طبقه هست که مرعوس یک رئیسیه اون طبقه هست که کارمند یک رئیسیه او هست که داره برای مملکت کار میکنه چرخ کارخونه رو او میچرخونه اونی که داره تاثیر میذاره رو جامعه اونی که داره شب تا نیمه شب میشینه برنامه ماهواره رو نگاه میکنه پدر من یا نمیدونم عموی من یا اون کسی که رئیس کارخونه است که سر ساعت نه شب میگیره میخوابه و صبح بلند میشه میره هزار تا کارش انجام میده اتفاقا ما باید تاثیر رو اون قش بذاریم اون قش داره نمیبینه تلویزیون رو من دارم 23 رو میبینم اون قش داره منو تو میبینه بسیار حرف بسیار حرف قابل آقای جیرانی ببینید مردم ما بیاعتمادن همونطور که من بیاعتمادم مردم ما وقتی میبینن که یه دفعه یه پروسه میگذره یک آدمی میاد تو همه جا رخ نمیکنه تو همه جا هست تو هوا هست تو زمین هست تو سینما هست تو تلویزیون هست رفیق اوست رفیق اوست یه دفعه میرسه کارش به حکم ادام بعدا میفهمی میبینی یه حسابای پیچیده وجود داره یه پولای رفته چیکار کرده فلانه خب این مردم بیچاره که نشستن تعداد صفرهایی که میشناسن در حد میلیونه که میتونه آرزوی زندگیشون باشه یه دفعه میگن که آقای فلانی برای دختر آقای فلانی یک میلیارد تومن انگشتر خریده خب شما با این مردم میخواید بله چیکار بله بکنید بله توی مردم مردم... و خب درود بر خیلی تلخی این چی خواهد میشه آقای جیرانی بله این یه جو خودزنیه این یه جو خودکشیه مردم از دست, خواهده. میرن مردم به نظر من الان از دست رفتن چیزی که مهمه اینه که تلویزیون باید افکار اون برایند افکار اون میرو مد نظر قرار بده همه جای دنیا برایند افکار, اومی مدنظر بله. برای افکار اومی اون مد نظر قرار میگیره برایند افکار عمومی اون جمع کوچکی که توی هایت پارک میان تظاهرات میکنن نیستن برایند افکار عمومی برایند یک نظرات کلی هست بله. که در واقع اون برایند و همه تلویزیون های دنیا نظر میدن میرن تو اون برایند فکر میکنن اون افکار اومی رو منعکس میکنه بله باید بله بله. کم کم برایند افکار عمومی رو رسیدن به افکار عمومی اصلا افکار عمومی ببین ما اصلا این واژه گم شده افکار عمومی گم شده اصلا اهمیت آوام. نداره برای اینکه آقای جیلانی اصلا اهمیت امومی. نداره در تمام آره. جوامع متمدن آقا شیر گرون میشه آقا شیر پاستوریزه گرون میشه ملت میرن تو خیابون اعتصاب میکنن میگن هیچ کی شیر نخره شیر میمونه رو دست تولید کننده میفهمه با مردم طرفه مردم شوخی ندارن مردم یک سبدی دارن یک در واقع دخل و خرجی دارن بر اساس اون زندگیشون رو تنظیم کردن یک روز شیر مملکت خریده نشه یک کارخونه میره رو هوا یه سیستم میره رو هوا اجازه بدین اینو بهتون بگم خدمتتون عرض کنم خب در کشور ما چجوریه آقا شیر گرون میشه اصلا شیر نه چون فاسد شدنیه مثلا مایه ظرفشویی گرون میشه بلا فاصله مادر خانواده بچهش میگه که دخترم برو پسرم برو یه کارتون بخر گرون شده میگن قراره گرون تاشه ما برعکس کار میکنیم ما ببین انقدر که روب و بیعتمادی و ترس و همه اینا هست همه ما داریم یک شکل دیگه زندگی میکنیم خودمون به ضرر خودمون داریم میریم جلو همش هم به نظر من از همین صحبتی که شما کردین از وارد نکردن مردم به این وره یعنی جدی نمیگیریم ما مردم رو در همه جای دنیا نمیدونم اتوبوسرانی رانی نمیدونم شرکت فلان آقا اینا اعتصاب میکنن میگن شما دیروز مترو در فلان ساعت نرسیده این آدم ها به کارشون نرسیدن این ضرر شده محاسبه میشه و بر اساس اون تصمیم عوض میشه یه آدمای میرن یا آدمای دیگه مدیر میشن مسئول میشن اینجا چقدر این اتفاق میفته آقای جیرانی شما یه اتفاقی در این مملکت افتاد یه وا می دادن به مردم چون من این برنامه های اقتصادی رو خیلی دنبال میکنه میگه وا میدادن به ملت من توی ماشین نشسته بودم یه راننده آژانسی بنده خدا درد دلش باز شد چرا درد دلش باز شد یکی از ماشین های تولید داخل جلو توی بزرگ را خراب شده بود یه دو تا خانم هم پشتش بودن هول شده بودن گریه میکردن و اینا آقا متاسف شد و گفت این از همین ماشیناست که حتما فلان با وام گرفتن حرف شد حرف رفت به جایی کشیده شد که من به عنوان یک آدمی که مخاطب ایشونم متاسف شدم که شما ما وام میدیم به مردممون که یک کالای بیکیفیت یا کم رو بخرن که وقتی که این تا میاد اقساطش رو پرداخت بکنه فلان عددش به اندازه مثلا یه ماشین خارجی مثلا فلان رول میشه یعنی سه سال دیگه که این قسطش تموم بشه اندازه یه ماشین خارجی معمولی مثلا چیزتر قابل دستستر در اومده براش یعنی این ماشین بیکیفیتی که قرار همش با صاحبش تو تعمیرگاه باشه یک دو برابر پول اصلی و واقعیش یا سه برابر در میاد و این حالا میخواد اینو بفروشه کسی نمیخره این چه سیاستی اینو کی ز... اینو کی محاسبه میکنه من سوالم اینه اینی که اون بالاس این وامو میده که شما برو این ماشینو بخر کیه اینو به من جواب کسی نمیده ملت فقیرن مردم یه خانواده اوج آرزوهاش اینه که یک ماشین داشته باشه بچه هاش رو سوار ماشین بکنه با ماشینش برن خونه مام بزرگشون دیدنی تمام آرزوش اینه فارق از این که الان ما تو خیابون هامون ماشین هایی میبینیم که بالای میلیارده این شکاف طبقاتی رو بذاریم کنار آرزوش اینه که یک ماشین داشته باشه، اسمم نمیارم داشته باشه بچه هاش رو سوار کنه برن پارک یه سفره پهن کنن یه قرمه سبزی بخورن با هم اوج آرزوشون اینه ما باید این آدم رو اینقدر تکون بدیم ما اینو باید بچ... چیکار کنیم فشار اینقدر بدیمش این از کجا میاد آقای جیرانی من میگم آقا چرا این وام رو برای یه کار دیگه نمیدین چرا برای سلامت مردم نمیدین چرا باید یه خانم بازنشسته بگه بیمه من به چه درد میخوره من دندونم میخوام درست کنم بیمه نداره اتفاقا نمید تو پریشب داشت راجع میکرد با راجع به صحبت میکرد و اگه مریض بشم من پول درمان هیچ چی مونده آقای جیرانی عماله. چرا بعد معلم مملکت ما 20 سال 30 سال گچ خورده حالا که گچ نمیخورن یه چیز دیگه دیگه بالاخره حرص میخورن 30 سال زمان درمت... ما بوداره. آره آره گچ دارن ما هم بود دوران شما رو دارن <applause> دوران ما بود دوران ما بود آقای جیرانی وای حالا نه میخوام اینو بهتون بگم چرا باید معلم ما این همه زحمت بکشه با موی سفید من توی تلویزیون میبینم مصاحبه میکنه میگه حقوق من کفاف اجاره خونم بله الان من پریشب, مثلا پریشب ایدم. چرا باید در جامعه متمدن ایکس کسی که استاد دانشگاه است در لول تحصیلی استاد دانشگاهی ما است. مثلا دکترای یک رشته ای رو داره میاد معلم اول دبستان میشه چرا این اتفاق میفته آقای بی جیران. من از خودمون سوال کنم الان تو خبر داری که بازیگران قدیمی سینمای ایران مثل خانم ملکه رنجبر و دیگر دوستانی که شما یک روزایی میرفتین سراغشون ایام عید یا یک پولای بهشون بله، میده بله. در چه وضعیتی زندگی میکنن؟ خب از وضعیت بعد ما الان آقای جیرانی یک بحث رو تو کنم همین دیروز من شنیدم یکی از این خانم ها اسمشون هم نمیارم متاسفانه شاید دوست نداشته باشن یه سرطان عجیب غریب گرفته بودن بعد یک رفتار و بدی شده بود باهاشون متاسفانه توی نمونه برداری و اینا من شنیدم خیلی متاسف شدم آقا وضعیت بدیه خب ما خودمون ما اون سینما آقا دیگه چیکار بد بکنیم چی کنیم مگه میشه سر این تناو بگیریم اصلا یک م... فاجعه ای پشتشه یک بانویی در سینمای ایران پنجاه سال زحمت کشیده چهل سال زحمت کشیده تهش به کجا میرسه کی متولی این آدمه الان من اگر مریض بشم مثلا یه اتفاقی برام بیفته من همش نگران اینم که آیا من میتونم ازینه کنم آیا مثلا چه بیمه همه داریم همه فیلم آقا تو, 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 کدوم، تو کدوم, کشور میری دفترچه بیمه تو میذاری دارو میگیری مینویسه خدای من شاهد من خودم دارو گرفتم مینویسه 387452 و و و و و تومن سهم من مثلا 154 تومن مثلا 1540 ریال سهم بیمه. اتفاقا من یکی از سوالام این بود که الان که نزدیک عیده به بسیاری از هنرمندان ما حقوق کمی از اون جایی که براشون تعیین شده میگیرن هنرمندان قدیمی و که مثلا پیر شدن بله. در چه وضعی هستند ببینید ما در توانمون در حد توانمون بچهای سنف خود خانه سینما من مطمئنم تلاش میکنن ولی آقای جیرانی تلاشا باید مذبوحانه باشه یعنی ما تلاشمون نناز... مذبوحانه شده باید بشه نه. باید نشده بسه. هنوز نشده. به نظر من زمانی مذبوحانه میشه که هنرمند ما همونطوری که یه اتفاقی برای اون بحث بنده خدا چیز بود این سگر رو که خیلی آز و سگازاریه بلد. که هنرمند رفتن تحصون کردن در در پارک در این میتینگ تظاهراتی انجام بله ده همچین کاری کردن به نظر ما الان ما نیاز اون میتینگیم الان همه ا هنرمندان یعنی هنرمندانیا هنرمندان که در وضعیت معیشت بله. خوبی قرار بله آقا باید بیستین حقتون رو بگیرین آقا قطع کنین بله سختی داره آقای جیرانی سختی داره من ممکنه الان بگم آقا من دیگه کار نمی کنم تا زمانی که تمام زنان هنرمند من امکانات اولیه زندگی و حیات رو داشته باشن یا لاقل بیمهشون درست بشه یا لاقل دغدغه دندون پزشکی نداشته باشن که یه آرتیست مملکت مجبوره به خاطر فقر هی دندون رو عقب بندازه عقب بندازه آخر زن میگه آقا بکش بنداز دور بعدم یه دست مصنوعی بذاره آخه این دست شنه یه هنرمنده <applause> میرلا خیلی درد های زیادی شد تو این برنامه قرار بود به سینما صحبت کنیم مثلا سینما, صحبت آقا من آب بیارین نه آقا واقعیت رو دارم میگم من میخوام بگم که من بحثی که ما داریم حالا همون اولش گفتید در رابطه با نماینده های مجلس انتظاراتمون در سال آینده ببینید یه گروهی یه از بانوان با من تماس گرفتن و در واقع خط گفتم و گفتم گفتم ببینید من اصلا هیچ کاری نه به سیاست دارم حرف من اصلا حرف چرا سیاس. میگه کاری به سیاست ندارم آقای اون الان حرفایی سیاس... که من, زدم تای سیاسی, سیاسی بود بله ولی باره. اون سیاستی که دوستان میگن من نیستم اینکه من بیام یعنی بگم درود بر آقای جیرانی نمیخواد آقای جیرانی تا زمانی که کارشون رو درست انجام بدن من احساس کنم مطالبات من رو به من میدن من میگم در عمل میگم آقای جیرانی درود بر شما یعنی چی یعنی همین, که یعنی همین نمیخوام بشم من باز این مسئله است با داستان ما داستان همینه که ما جنایی نمیخوایم باشیم اما از یک تزی هم دفاع میکنیم من سرات المستقیم <applause> بابا کشورها داره احزاب آقا مختلف کشورها رو رو کنی تو رو, تو رو خدا کشورها رو ول کنی اصلا چرا ما نمی... از حزب فرار میکنیم از گروه فرار میکنیم آقا من دیگه در حد شیر پاستوریزه باشیم. بهتون گفتم که ما خیلی خیلی فرق داریم دیگه واقعیت اینه که فرق داریم ما هنرمند مملکتمون تا زمانی که داره کار میکنه اگر گزیده کار باشه در یک لول خاص حرکت بکنه من مطمئنم بخشی از زندگیشو هزین یعنی درآمد واقعی اون اندازه‌ای که شایستش هست رو دریافت نکرده یعنی خزینه کرده از خودش فیلم خوب بازی کرده خزینه کرده از خودش یعنی چی یعنی قراردادی که بسته اگر همون موقع میرفته یه سریال فلان کار میکرده یا فیلم چی می کار می‌کرد درآمدی بیشتری درآمد آتو داشته درآمد کنار زندگیشو صورتش و بدنش و جسمش و روحش و هزینه یه فیلمی کرده شده مثلا فیلم ایکس در کارنامه کاریش این آدم همین روالو که ادامه میده ته تهش میرسیم خیلی زرنگ باشه در اندازه یک سقف بالای سر داره در اندازه خیلی زرنگ باشه خیلی زرنگ. زرنگ باشه خیلی بهتون بگم که نیستن عمدتا که اکثرا نیستن هنرمندی حسابگر باشه زرنگ باشه همه داره کافی شاپ داره رستوران داره مزون داره به همه کار میکنه اون زرنگی نیست اون استفاده چرا؟ است نه, آوه نه آوه اون جرنگ. بعضی و امکان داره امکاناتی هم زرنگی بش... داره زرنگی مفهوم بعدی نداره نه زرنگی خوبه زرنگی یعنی یه چیز که هم متجاری زرنگی چیزی بله. تیفوشی. خیلی خوبه بله اون رو اگر بله. داشته باشه که من فکر میکنم وقتی که بچه آرتستیک یکی خیلی قوی میشه اون بچش یه ذره کم ناخواسته اعتقاد شخصی خب حالا این هنرمند این روال رفته رسیده به یه نقطه ای میره دکتر میبینه که خدای نکرده یک توده ای در کجا داره وارد دکتر که بشین دیگه الا ماشاءالله آقای جیرانی بله. دیگه اون که دیگه میره بله. میبینه بیمه نداره ارزشی بله. نداره بیمهش الان بیمه, بیمه تکمیلی اردی بهش تموم میشه تموم میشه بله بله چی, چی. و میمونه یک آدمی که سعی میکنه در خودش بخوره همه چی رو درد و با خوش تحمل کنه آقای جیرانی نه به دلیل فقر هنرمندی داشتیم که اصلا دلش نمیخواست احساس میکرد که شعنش نیست که یک آدمی رو که مثلا شما در پرده سینما دیدی اون بالا دوستش داری فکر میکنی آمال و آرزوته میفته به یک بیماری که مجبور وارد یک پروسه بشه احساس میکرد که به لحاظ شخصیتی بهش توهین میشه بله میفهمم اون آدم نرفت دکتر خیلی تلخ این که میزنی میخوام بهتون غیر <تصحن> از آب دست مکا قضیه هم میخوام بهتون بگم که ببخشید <تصحن> میخوام بهتون بگم که ما با آرتیست طرفیم یه بازیگر که نمیتونه مثلا بره پشت ماشین بشینه البته من این کار میکنم من عهد بستم با خود. اگر زمانی اتفاقی افتاد که به لحاظ مالی به این مزیقه افتادم این کارو بکنم چه میدونم گل بفروشم کتاب ببرم تو خیابون بفروشم این تصمیم گرفتم کسی تقلب نکنه دوربینم کدومه کسی تقلب نکنه <laughs> ولی واقعا اینم بهتون بگم بش فکر کردم میگم کتابامو میفروشم آقا من اندیشه‌مو دارم میفروشم ولی سرمو خم نمی کنم. اما حالا به عنوان کسی که نماینده حالا آقایون به نظر من نماینده نمیخوان تو سینما برای اینکه الحمدلله هم ماشاءالله باهوشن هم حواسشون جمعه هم به هر حال یه اتفاقی میفته که ما زنها تنها تر میشیم در سینما به عنوان نماینده تمام زنهای سینما دارم میگم ببینید شرایط یک زن سینماگر خیلی فرق میکنه خیلی فرق اون خانومی که میشینه به عنوان نماینده مجلس خیلی خیلی فرق امیدوارم در کمیسیون فرنگی مجلس یک خانم حضور داشته باشه بله فهم. آقا شما باید به من اصرار کنید ابرام کنید بگید خانم زارعی، ای. آقای ایکس خانم ایگرک شما در چه حالی خونه داری میگه نه اجاره خونه میدی بله چقدر آتومن از کجا میاری؟ یه اندوخته دارم از او دارم خرج میکنم کاسب نیستم از او در اون اندوخته چیه آقای جیرانی؟ شما وقتی که یک بازاری باشین شما سی سال پیش میرین در بازار تهران یک دهنه یه متری نیم متری مغازه میگیرین سی سال گذشته شما پیر شدین ولی اون ای که خریدین سرگفلی شده آ میلیارد یه هنرمند سی سال قبل رفته زندگیشو گذاشته جوونیش جوانی سرقفلی من جوانی بابتش بها داره الان نه. شما الان یک آرتیست پیرو فرطوتی که میادین برای یک فیلم دستموزی بهش میدین که به آقای ایکس و خانم ایگرک میدین اصلاً خدا خیرتون بده مگر نه اینکه اگر ایشون نیاد بازی کنه آه. به دلیل اصلا اینکه ایشون مناعت تب داره و حاضر نیست اینو بپذیره میگه دستموز به من انقدر آقای جلالی به من میگه نه من برای نقش خب دوست داشتم آقای فلانی بازی کنه ولی انقدر ندارم براش بود اگه ایشون به ایست پای قیمتش که تهیه کننده به ایشون پرداخت نکنه آیا نه اینکه تهیه کننده یا کارگردان میرن یکی از آدمای پشت صحنه رو میکنه آیا اون آدمی که پنجاه سال موش سپید کرده بهای های همون میخوام بگم پنجاه سال, پنجا نه نمیگیره بالله خب این چه جامعه ای اسلامیه؟ تو جامعه قبلی من اینطوری بوده نمیگه حالا من قبلی که نبودم من به دنیا تو هنر به هر حال هر واقعا آقای تلخ حرفا تلخه حرفا حرفا من هم واقعا دلم میخواست که این گفتگومون خیلی چیز باشه خیلی با خوشحال باشه به خاطر اینکه نزدیک سال نو هستیم اینا ولی اشکال نداره شو بیدی گا... حرفایی جدی زده, بعد شد. بعد آره. زده من نمیخوام این حرفای جدی رو با سوالات دیگری خراب کنم و در واقع سعی نکنم سعی کنم که دیگه مسیر مسابقه به سمت دیگری ببرم و در واقع مسابقه تو همین شرایط خاص خودش باقی بمونه و نقطه نظرهایی که تو گفتی که سال داره تحویل میشه و انشالله که سال 95 سال خوبی باشه برای هنرمندان ما که و برای اون هنرمندانی که در شرایط خاصی قرار دارن بشه اونا بهشون کمک کرد بشه تشکل های سنفی وظایف خودشون رو بهتر از گذشته انجام بدن آرزو کنیم برای اینکه ما همه ایرانی دوست داریم دیگه بله. ما چون ایرانی دوست داریم حرفا داریم میزنیم دیگه آقای جهرانی من ایرانو دوست ندارم من عاشق ایرانم <applause> و واقعیت هم اینه که اگر حرف زده نشه و حرف گفته نشه همین اتفاق میفته که الان افتاده شاید یکی از دلایلی که من احساس همون اول مصاحبمون بود احساس عقب رفتن میکنم در جامعه همون همینه وقتی که گفتگو اتفاق نمیفته حرف ها زده نمیشه پاسخ منطقی و درست و مستدلی داده, داده نمیشه, اختشاش ایجاد میشه سو ای. هر کسی میشه. بله هر کسی هر جوری دل... آقا باورتون میشه من با این پدیده هایی در جامعه دارم مواجه میشم که هر آن به خودم فکر میکنم اینا از کجا میاد ذهن خلاق ملت در جهت اینکه امرار معاش کنن ولی دیگه براشون مهم نیست که این حلال است یا حرام است من راضی هستم یا راضی نیستم دیگه اینا دیگه اصلا مطرح نیست در صورتی که ما جامعهمون جامعه اسلام جامعه ای که ما داریم جامعه اسلامی اسلام دین محبت دین گذشت دین اخلاقه الان چرا ما الان در این بخش جامعهمون دوچاره در واقع کم بود و فقریم دلیلش مسئولی هم به نظر من اونها باید سرایت بکنن مردم مردم رو جدی بگیرن مردم هم خودشون رو جدی بگیرن یعنی مردم هم اگر خودشون مطالبه نداشته باشن اون کسی که اون بالاست دلش میخواد میزشو نگه داره کسی نمیخواد ترک کنه من دارم حقوق میگیرم این میز دارم خیلی هم به سلامت این چند سال طی کنم میرم به یه لول بالاتر کسی کاری نداره که پدر من بازنشسته میشه یا مادر من فلان یا نمیدونم هنرمند مملکت دندون تو درنش به او چه او میزش رو نگه میداره مردم باید مطالبه داشته باشن این بحث اینکه که میان در رابطه با مسائل صحبت میکنن من به شدت باش مخالفم هنرمند باید تریبون مردمش باشه هنرمند باید حرف مردمش بزنه هنرمند باید حرفی رو بزنه که مردم وقتی میشنون بگن خدا شکر یه نفر هست حرف منو زد هنرمند نباید بره اون طرف قرار بگیره هنرمند طرف مسئول نباید قرار بگیره طرف نمیدونم وزیر چیچی رئیس چیچی نباید قرار بگیره هنرمند باید طرف مردمش باشه حالا یکی میشه نماینده یه بخشی از مردم یه دردی از مردم یکی میشه آقای فیلم اون آقای حاتمی کیا میشه حرف یه عده دیگه حالا یه نگاه ایدئولوژیک داره او یه نگاه دیگه داره به جامعه یه حرف دیگه میخواد بزنه حرف اونه یکی میشه اصغر فرهادی نمایندش امیدوارم نماینده مردممون باشیم حرفامونو شفاف بزنیم تو لفافه نزنیم هم این داشته باشیم هم اون داشته باشیم من میگم حرفمون واضح بزنیم من برای آقای ابراهیم حاتمی بسیار محترمه برای اینکه تکلیفش با خودش با کارش با حرفش روشنه از اینکه حرفی رو بزنه مثلا آقای ایکس یا آقای ایگرگ ناراحت میشه ابایی نداره میگه حرفمو میزنم بله ممکنه بشر انسانه یه جایی احساس کنه تند رفته یه جایی احساس کنه درست گفته تکرارش کنه ولی وسط وای نسیم. وسط وایستادن کار هنرمند نیست هنرمند باید ور داشته باشه من ورم یعنی تذبذب درود بر شما این اتفاق <تصفح> نیفته نه یا من فیلمی بسازم که بگم اون وریا این شکلی نگاش میکنن این وریا این شکلی نگاش این غلطه اتفاقا فیلم باید مخالف داشته باشه چون وقتی مخالف داره یعنی ور داره. داره یعنی ور داره موافقم فیلم بادیگارد موافق داره مخالف داره ور داره اما دلم میخواد در انتهای حرفم یه چیزی بگم اونجام توی اون بزرگداشت داشته آقای پرستوی شما هم تشریف داشتیم گفتم هنرمند مثل میراث فرهنگی یک کشوره ما در کشورهای دیگه لقب سر میدیم به یه نفر وقتی لقب سر میدیم به اون آدم اون آدم یه جایی وایستاده که جای خیلی مهم و بزرگیه او دیگه درگیر بیمه نمیدونم چی و اینا نیست اون نشسته حاصل کارشو رو نگاه میکنه تأثیری که رو جامعه گذاشته لذت لذتشون برای کتابشون میخونه زندگیشون میکنه میرسه به امور خیریه دست یه سری آدم دیگه یه سری انجیو ها و و و هنرمند اینجا تا لحظه آخر در متزلزل ترین وضعیت قرار داره اما تقاضام به عنوان یک عضو کوچیک از این جامعه اینه احترام هنرمند رو نگه داریم هنرمند احترام داره ما جامعهمون هنوز انقدر خارجی نشده که کسی بیاد از تریبون تلویزیون استفاده بکنه توهین کنه به کسی توهین یعنی چی؟ توهین شکلهای مختلف داره وقتی که من جایزه گرفتم جایزه گرفتم وقتی اینو گرفتم اینو گرفتم شما نظرتون هر آنچه که هست برای شما محترمه بگین بگین سلیقه من بازی ملازاره ای نبود ولی جایزه بهش دادن یا گرفته اما وقتی یه دفعه یک اتفاقای دیگه ای رو هوش یک کنرمندی برقرار میکنیم هنرمند آزار میبینه آدم وقتی هنرمند رو آزار میده خطرناک میشه هنرمند نباید دلش بشکنه چون وقتی دلش میشکنه این دل شکستن از به نمایندگی از یه سری طرفداره اون میلرزونه جامعه رو سست میکنه من به نظرم هنوز شرایط ما انقدر خارجی نشده به قول معروف که انقدر راحت بتونیم مسائل رو بیایم تو تریبون مطرح کنیم نظراتمون رو بگیم به نظرم تا لحظه آخر هر هنرمندی هر جایی هر حرفه‌ای داره کار میکنه باید بهش احترام گذاشته بشه از مردم بخوایم به هنرمند اتکا کنن یعنی وقتی شما یک آرتیستی رو دوستش دارین بهش اتکا کنین اتکا یعنی چی یعنی اینکه او به شما توجه داره شما هم بهش توجه کنید اثرش رو ببینید ولو بد ولو متوسط ولو خوب حمایتش کنین چون اون تریبون شماست پس از همینجا دلم میخواد هم به مردم نوید یک سال سینمایی خوب رو بدم چون واقعا فیلم هایی که شنیدم خوبی حالا فیلم های خوبیه انشالله رقابت خوبی داشته باشن فیلم ها. رقابت سلامتی داشته باشن از این جنجالای فضای مجازی واقعا بیایم بیرون ابراهیم حاتمی ها برای سینما ابراهیم حاتمی تکرار نشدنی یک نفره یک دون است هر چند سال دیگری که زنده هست و زندگی میکنه و کار میکنه نذاریم بعد از اینکه نبود بین ما شروع کنیم خاطره تعریف کردن تا هستن هنرمندا قدرشون رو بدونیم متاعشون رو دریافت بکنیم ولو دوستش نداشته باشیم منتظر متاع بعدی باشیم دعا بکنیم که فیلم فیلم بهتری بسازه فیلم های دیگر هم براشون آرزوی موفقیت میکنم ابد و یک روز پنجاه کیلو آل بالو درسته بله 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 و فیلم کفش کو. کو آقای کیانیان بازی میکنم. من سالوادو با هستم. من سال هستم که عزیزم آقای اتاران بازی میکنم به هر حال انشالله که سال خوبی داشته باشه سینما از متولیان سینما هم خواهش میکنم حرس ما رو در نیاریم حرس ما وقتی در میاد که جواب نگیریم من از آقای ایوبی به عنوان مخاطب به عنوان سینماگر جواب درست نگیرم عصبانی میشم نه من من نوعی رو دارم میگم جواب درست به من بدین آقای ایوبی هر کس دیگری که قرار متولی سینما باشه باید با هنرمند شفاف باشین سیاسی کاری هنر, هنر، دنیای هنر سیاست بر نمیدارد ما باهوشیم یه اصطلاحی هست که توی فیلم های فارسی قدیم خیلیه که میگه که من خودم قورباغه را رای میکنم جای فولکس میفروشن <applause> با هنرمندا باهوشن پشت همه چی می میخونن شاید دلیل عصبانیت های ناگهانی دلیل واکنش های ناگهانی اینه که آرتیست میفهمه طرف منظورش چیه وقتی من میبینم که متولی من جواب منو میده و در راه هنرمند قدم برمیداره در حمایت هنرمند قدم برده احترامش سر منه اگر نباشه احترامی برای متولیم ندارم و کار خودم رو میکنم خیلی متشکرم متشکرم خیلی خیلی متشکرم <applause> خیلی ممنونم بابا ممنون از شما ببخشید خیلی بار حرفی با کردم خیلی خیلی ممنون شما خدا نگهدار